سلام به همگی خوش آمدین در یک ویدیو دیگه با من مشتبه حسینی در این کانال یوتیوب هر روزه من بر شما اخبار کریپتوکارنسی مارکت های دیجیتال در اشتراک میمانم و ای یوتوب می در این ویدیو یوتیوب میخوایم برای شما درباره چند تا خبر خوب از مارکت صحبت کنم خبر خوب به بعد درباره صرافی بایننس خبر مهم عالی رو برای شما صحبت کنم درباره بیت کوین درباره اتریوم درباره کاردانا برای شما صحبت می‌کنم و یک خبر منفی از سمت سناتور آمریکا الیزابت وارن صحبت و بعد مریم درباره سیمون و ارز ای ام پی آخرین خبرای از اینا رو برای صحبت منو. ویدیو رو لایک کنین برای حمایت بیشتر جدید هستین هنوز عضو کانال نشدین کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین مریم سراغ خبرها دارایی کل ارزهای دیجیتال لحظه‌ای که ما ویدیو ریکوردون روی 1.49 تریلیون دلار نشسته 4.2 درصد کاهش داشته بیت کوین تقریبا در محدوده 38000 دلار ترید میشه و اتریوم روی 2226 دلار خب خبر اول اینجا هسته که دولت قزاقستان اعلان کرده که قراره به برای بانک هایشان جواز را اندازی معاملات ارزهای دیجیتال لبیده و بانک ها برای مشتریانش مستقیم خرید و فروش بیت کوین و بعض ارزهای دیجیتال دیگر راندازی کنه خب بیت کوین که در لیست اول است و دیگه بعدش نام نگرفتن که چه ارزهای دیجیتالی اینجا قابل معامله خواهد بود و این کاملا قرار قانونی پیش بره منظورم تمام شهروندان قزاقستان میتونن از طریق از بانک های عمومی کشور کازاکستان بتنن بیت کوین و حالا دیگه ببینیم چه ارزهای دیجیتال احتمال بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و احتمال 80 درصد دوج کوین اونجا هستن اینا رو میتونن رویش سرمایه گذاری کنن و بعد خبر بعدی دیگه درباره مورنینگ استار یک سرویس آمریکایی سرویس مالی هستن در آمریکا گفتن که کاردانا میتونه یکی از بزرگترین ارز دیجیتال محلی در کنار بیت کوین و اتریوم شونه و همچنین خب در قدم اول که بیت کوین تلای دیجیتال هسته و در حال حاضر ایتریوم بیشترین یوتیلیتی استفاده را داره استفاده را در جامعه کریپتوکارنسی و کلا در دنیای بلاکچین داره و کاردانا میتونه که از ارزهای دیجیتال محلی در کنار بیت کوین و ایتریوم شونه و حتی گفتن که در بلند مدت کاردانا میتونه کارکردی خیلی بهترتری داشته باشه منظور از کارکردش این که در دانشگاه در تمام جای مثلا در بیزنس در خرید و فروش آنلاین و خیلی جایا از تکنولوژی کاردانا استفاده شده دیگه واقعا کاردانا هم عالی هسته اسمش چیه ایتریوم هم عالیه هر دو تایش دو تا ارز دیجیتال اطمینانی و دوتا تا ارز دیجیتال که میتونه در همه بازار بیشترین برد را داشته باشه منظوریم که در حال حاضر ایتریوم هسته که بیشتر مورد توجه سازمان ها قرار گرفتن بیشترین چون یوز کیس داره استفاده داره بخصوص در قسمت دیفای دی از فایننس امور مالی غیر متمرکز ولی کاردانا هم در حال آماده شدن هسته بعد بایننس در فکر اضافه کردن بعض قانون ها برای صرافیشی شی هست تا اینکه بتونه صرافی بایننس را برای یک نهاد مالی بین المللی دنیا تبدیل کنه و ایر آقای شانگ پینگ گفته که ما قرار یک سری قوانون بیشتری را برای صرافی بایننس اضافه کنیم و جواز بگیریم برای اینکه در همه جای از صرافی بایننس استفاده شدن دقیقا منظورش چی هست؟ منظورش چی خب صرافی بایننس در حال حاضر در بعضی کشورها ممنوع شده چون قوانین بعضی کشورها را دنبال نکردن که در این باره بشم قبلا صحبت کردم و اینا میخواین جانگ پاو میخواین که یعنی تمام قوانین همه کشورها را جایی که قرار یعنی را اندازی شنه بایننس در حال حاضرم که صرافی بایننس است که در بیشترین کشورهای دنیا قابل استفاده است و شرایط قوانین همه کشورها را دنبال کنه که مردم بتونه با راحتی و با اطمینان کامل رویشه سرمایه گذاری کنه و بعد خانم الیزابت وارن یک از سناتورهای آمریکا یک نامه در صندوق خزانه آمریکا فرستادن برای کراک یعنی سرکوب کردن کریپتوکارنسی ارزهای دیجیتال خب هدف چیه چرا این کار را میخوای انجام بده و من نظر شخصی خود رو میدیم و بعد نظر شما رو میخوایم در کامنت بخونم اینکه ارزهای دیجیتال تی چند وقت گذشته خیلی رشد کرده و میگه شامل ریسک خیلی زیاد هستن و ریسکش بیشتر ریسکش ریسکش مثلا منظور هسته که ارزهای دیجیتال مثلا ریسک برای ثبات مالی آمریکا هسته یک ریسک بزرگ برای ثبات مالی آمریکا منظورش که یک دارایی علیه سرکوب کردن دلار آمریکا هسته دیگه نظر شما چی هستن؟ نظر شخصی من هست که ارزهای دیجیتال از سمت آمریکا قانونگذاری گذاری مشه اول و آخر و در حال حاضر نشدن به خصوص در حال حاضر درباره استیبل کوین تدر زیاد صحبت میشه و این قانون ها میتونه فقط خوب باشه حالا مثلا اینا کوشش مونن که مثلا فات فاجعه و ترس بین مردم ایجاد کنه که ارزهای دیجیتال لا مثال بفروشن و بالاخره منظوریم که بازار سرکوب کنه ولی هیچ کاری نمیتونه که کلا بیت کوین رو ممنوع کنه یا اگر این کار رو انجام میده جز در ضرر دولت آمریکا تمام میشه و بعد درباره سیمون و شما هم نظر خودتون در درباره ازی بریم در, باری در کامنت بنویسین شما چی فکر مونین سیمون تا چند ساعت گذشته حدودا 5 درصد کاهش یافته و قیمت شما رو که در تصویر میبینین روی 0.5526 دلار ترید میشه و بعد سیف ایر یک یک توکن دیفای دیسنترال فایننس و امور مالی غیر متمرکز که روی بایننس اسمارت درست شده قرار را عرض سیمون در لیست کنه روی هم روی پلتفرمش و برای هولدرهای سیمون یک پاداش خیلی خوب بده نگا من پاداش چی هست که کسانی که اینجا سیمون میخره و نگهداری داری منه بعدا بیشتر بیتنن سیمون بیشتر دریافت کن هر بار کسی سیمونش بفروشه این مقدار جریمه میشه و این مقداری که جریمه میشه 8.5 درصد 8.5 درصدش برای کسانی که سیمون نگهداری داری منه تقسیم بندی شنه و 3.5 فیصدش کلن سخته شوه و همچنین دو فیصدش برای کلن اوتومات روی نقدی نگی و یک فیصدش برای تبلیغات مارکتینگ و اینجی یک صحبت مهم از جان کرونی، خالق سیمون رو برای شما و گفته که من فرض مثال امیدوار هستم برای رواندازی برای چند تا رواندازی های جدید ما کدام اعلانات جدیدش و من مطمئن نیستم که شما برای ازی آماده هستید برای ازی این رواندازی اعلانات در ماه دسامبر یا نه که امروز برای شما صحبت کردم در این ویدیو امشب در این ویدیو باشیم مصاحبت صحبت کردم که قراره در 8 آگوست ماه بعدی یک لایف ای, ای ام ای داشته باشن و اونجا یک سری کارهای جدید یا خبرهای جدید برای ما اعلان کنن و این حدس و گمان شخصی ما هست امکان در اتفاق بیفته امکان در اتفاق نیفته که من فکر کنم در اونجا احتمال زیاد در اینا درباره یا صرافی صحبت کنن یا بلاکچین و تقریبا در ماه های دسامبر همین سال را اندازی کنم. و بعدش میریم درباره ارزی A.M.P صحبت کنیم بچه ها در کامنت برای ما بنویسین چی کسان ای, 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 ای چون من خریدم احتمال ما دقیق چه چی کسان روش سرمایه گذاری کردین اگر کسان زیاد هستن که بعدا ما دربارش ویدیو بسازم چون اگر کسی ندارین خب بی مفهوم ما ویدیو بسازم و شما چیزی نیست که شما شما روش سرمایه گذاری کردین حدودا 17 درصد ریزش کردن روی 0.8 تقریبا شیشی سنت ترید میشه و بعدش درباره از یک بیشتر به شما صحبت بنام که تحتیلات هفته گذشته ما درباره از خبر با خبر شدم و درباره شفتم تحلیل کردم که اولین که شایع آمده بودن که امازون قرار داخل امسال در فروش از فرو در آخر امسال 2021 به بعد در فروش محصولاتش بیت کوین این ارزهای دیجیتال در پرداخت بپذیرم و امکانش هست که اونا در در قسمت خرید در قسمت پرداخت منظورم تو یک بیت کوین داری یا ایتریوم داری میخوای یک چیز را از آمازون خرید کنی و این پرداخت از طریق ای, ای ام پی انجام بدی و چون قابل تایید و قابل اعتبار و قابل اشتراک و فرض مثال کارایش عالیه برای حمل و نقل پول اینا که در حال حاضر ای آمازون امازون رد کرد و اونا نمیخواین از ارسای دیجیتال در فروش محصولاتش در پرداخت استفاده کنن میخواین فقط از تکنولوژی بلاکچین روی پلتفرمش استفاده کنند دیگه ببینیم چی میشه فقط به خاطر ازمو بود که تو اینکه خبر امازون اماد تقریبا 50 درصد ارز ای, ای ام پی رشد کردن و من روش سرمایه کردم حتی که بچه سوال کردن که تو تا چی مدت سرمایه کردی حداقل من تو آخر امسال نگاه میدارم حالا آمازون در, در حال حاضر این خبر که ما برای شما صحبت کردیم میره رد کرد امکانش هست که در آخرای همین سال یا در شروع 2023 شما خبرای جدید درباره آمازون با ارزهای دیجیتال بشنه حالا اینا اول میخواین از بلاکچین چین بلاک چین استفاده کنه ببینن که چه رقم تجربه یا چی کار کرده برای اونا میتونه داشته باشه دیگه ویدیویی که چند لحظه پیش برای شما درباره کل مارکت آپلود کردم اگه ویدیو ندیدین حتما ویدیو رو ببینین اخبار مهم از بیت کوین اتریوم و ایتریوم رو باشیم در اشتراک ماندم دیگه ویدیو رو لایک کنین حضور کانال نشدن از کانال سابسکرایب کنین تا ویدیو بعد خدا نگهدار